Ya bence. چند روز پیش بود که داشتم تو یوتیوب کنسرت مهرسیدن رو نگاه میکردم، بعد یه این فکر کردم که بلیط های فیزیکی چی شد؟ من حالا چک نکرده بودم ببینم جعفری یا کسی استوری چیزی گذاشته واسه ارسال بستا یا نه. خیلی اتفاقی استوری مهرسیدن رو دیدم و دیدم که بستا مثل این که رسیده و بلیط ها رو ارسال کردم. رفتم دنبالش ببینم چی شد که دیدم بسته ما هم رسیده. حالا میریم یه آنباکس خیلی کوچیک داشته باشیم از این بلیط و ببینیم که اصلا کیفیت کار با توجه به قیمتی که داشتیم بلیط چجوری و یه نقد آنباکس کوچیک داشته باشیم. اما قبل از هر چیزی یادتون نکردن چنل سابسکرایب کنید و یاد کردید لایک کنید. بریم از آنباکس. خب این از بسته میریم که بازش کنیم ببینیم کار از چه قراره. به به، بسته بندی تا اینجا خیلی زیبا بوده. حالا اینو میذاریم کنار. اینجا هم که رو به جلو، اما خود بلیط چاپشت گلاس هست، گلاس 135 گرم. خب اینا معمولا هزار تایی چاپ میشن یا تعداد بالا. خب من فکر کنم این تعدادش محدود بوده و خب اونجوری قیمتش بیشتر در میاد. همونجوری که میدونید این بلیط قیمتش 400 هزار تومان بود و اگه بلیط اجرای زنده رو گرفته بودید 100 تومان ارزون تر میشد، میشد 300 هزار تومان. خیلی ها میگفتن این گرونه، ولی خب نکته مهمش اینه که اینجا امضای خود آرتیست رو بلیط خورده. الان نکته مهم اینه که چک کنیم ببینیم چاپیه یا نه. چیزی که من دارم میبینم و چک کردم این چاپی نیست و خود مهرات حالا با ماژیک یا هرچی نوشتش و خب این ارزش کار رو میبره بالا. واسه همینه که قیمت این بلیط خیلی زیاد میشه حالا به نسبت، و این که طراحیش خیلی زیبا و شیکه. این پایین سمت چپ بارکد کار خورده و لوگوی گیتار ایران میبینیم. حالا سکشن و آرنا داره که نوشته خونه و مبل، یه حالت فانتور داره. این بالا هم که بالا سمت چپ وان نایت اونلی خورده، اجرای آهنگایی از بزرگ دو، تونل یک و دو، صفر و سینگل هایی از زد بازی. خب این بود از آنباکس خیلی کوچولو جمع جورمون. خواستیم یه بررسی کنیم ببینیم که کیفیت کار چجوریه. اونجور که دیدیم چاپ خیلی خوبی داشت و مهمترین نکتهش هم این بود که امضا چاپی نبود، که خب ارزش کارو خیلی میبره بالا. شما هم اگه بلیط فیزیکی رو تهیه کردید حتما واسمون بنویسید که راضی بودید. خب این از این، حرف دیگه باقی نمیمونه. لایک و سابسکرایب و این داستانا یادتون نره. تا ویدیو بعد، به جلو.